نام ایران زمین. خواهش میکنم از جناب آرمین خوشنود که گویانه رو به دست بگیرن. درود بر شما جناب خوشنود و سپاسگزارم که فراخوان حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی رو پذیرفتید. درود بر شما و درود بر همه یاران گرامی. بسیار شاد هستم که این افتخار رو دارم امروز در کنار شما عزیزان باشم و درباره مسائل ملی و مهم ایران صحبت بکنم. میدونید که خاطره ها تنها به خودی خود هیچ ارزش علمی ندارن، ولی وقتی که ما خاطره ها رو کنار هم میچینیم یک تصویری ایجاد میشه از یک زمانی که به ما نشون میده که اون زمان به چه شکل بوده و چه جوری بوده، و کمک میکنه که ما بتونیم اون دوران رو بررسی بکنیم و بر اساس اون روایت ها و گفتمان های ملی قوی تری رو ایجاد بکنیم. برای همین میخوام یک خاطره ای رو که پدرم از دوران کودکیش تعریف میکرد و بازگو بکنم و بعد دوباره ادامه بدم به مسائل قومگرایی در ایران. پدرم از سوی خانواده مادری ریشه آذری داره و حدوداً همه مردان فامیل نظامی بودن، امیران ارتش شاهنشاهی بودن، افسر بودن و و یکی از همیشه افتخارات خانواده ما اینه که جزء از بستگان بسیار نزدیک اون جزء اولین افسرانی بودن که وارد آذربایجان شدن و آذربایجان رو دوباره به نام وطن برگردوندن و از دست شوروی و مزدوران شوروی آذربایجان رو رها ساختن. پدرم تعریف میکرد که در دوران کودکیش به همراه بستگان به جشن 21 آذر ارتش شاهنشاهی میرفت و تعریف میکرد که تمام این امیران ارتش، افسران ارتش که در این جشن ها شرکت داشتن همه بسیار مهربان و خوشقلب، اما بسیار در رفتارشون جدی بودن، طوری که گاهی وقتا از صحبت کردن باهاشون میشد پرهیز کردن. ولی تعریف میکنه که وقتی که ارکستر بزرگ شروع میکرد به نواختن موسیقی از جمله سرود آذرآبادگان، پدرم گفت میدیدم که چجوری این امیران ارتش شاهنشاهی پاهاشون رو با ریتم موسیقی و با افتخار و غرور در چشماشون میکوبوندن. ببینید این خاطره نشانگر اینه که ارتش شاهنشاهی ایران که یکی از مهمترین نهادهای کشوری و حکومتی بود، بسیاری از امیرانش، از تیمسارانش خودشون آذری بودن و بسیاری از خود همین آذری ها اومدن آذربایجان ایران رو پس گرفتن. و این نشون میده که این مسئله‌ای که ما میگیم من از این قومم، شما از اون قومی، تو از این قومی، این چیزی نبوده که در اون زمان وجود داشته به طور یه چیز مهم و امروز هم همین گونه است. با اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که تفرقه بیاندازه، حکومت کنه، ولی ما در سالهای گذشته در اعتراضاتی که بوده در کشورمون دیدیم که شعارها ملی هستش، کردارها ملیه، پرچمهای ملی، نمادهای ملی از همه بیشتر استفاده میشه. اما پرسش اینجاست که آیا وقتی که ما میگیم که قومگرایی هیچ ریشه‌ای در ایران نداره، آیا به این معناست که تجزیه طلبی و جدایی کشور ما خطریه که وجود نداره؟ نه، این گونه نیست. متاسفانه یک خطر بسیار جدی هست، چرا که ما میدونیم که در طول تاریخ در سرتاسر جهان کشورهای بزرگ و کوچک وقتی که اختلافی میانشون به وجود میومده یا منافعشون در خطر میافتاده،
از ایجاد تفرقه، از جمله از استفاده از قومگرایی می اومدن و جنگ های داخلی به وجود می آوردن و جدایی ایجاد می کردن. خب آذربایجان و کردستان رو دوستان صحبتش رو کردن و شوروی از پیشوری حمایت خیلی سرسختی می کرد. ما در قفقاز و آسیای مرکزی می دونیم که امریکا از قومگرایی بسیار علیه شوروی استفاده کرد. در رواندای آفریقا اگر بخوایم مثال بزنیم، میدونیم که بلژیک چگونه اومد بین هوتوها و توتسیا اختلاف ایجاد کرد و سبب جنگ داخلی در رواندا شد. پس تا زمانی که یک گروه کوچکی تجزیه طلب در کشور ما وجود داره و تا زمانی که کشورهای بیگانه از این گروه ها حمایت میکنند، خطر جدی برای کشور ما وجود دارد. من با اینکه میدونم امروز برنامه درباره 21 آذره، ولی چون دوستان درباره آذربایجان صحبت کردن و میدونم که اردوان هم پس از من درباره آذربایجان بیشتر صحبت خواهد کرد، من فکر کردم که تمرکز صحبت هامو رو بگذارم بر روی خوزستان و نگاه کنیم که چگونه امروز کشورهای بیگانه از تجزیه طلب ها در ایران حمایت میکنن. و خب جریان خوزستان رو باز دوستان سریع بهش اشاره کردن که چگونه از 1920 میلادی، در 1920 میلادی خزعل ابن جابر یا خودشون میگن شیخ خزعل با انگلیسی ها همکاری میکرد که خوزستان ما رو جدا بکنه که انگلیسی ها بتونن ثروت های طبیعی ما رو برای خودشون ببرن و شیخ خزعل هم راضی بود که اینا این کار رو بکنن تا زمانی که خودش حکومت خوزستان بشه. رضا شاه البته با کمک میهن پرستان دیگه جلوی این مسئله رو گرفتن، اما این مسئله ادامه پیدا میکنه، طوری که مثلا در دهه 1960 جمال عبدالناصر مصر میاد از تجزیه طلبی به نام محی الدین ناصر و گروهکش پشتیبانی میکنه، از نظر مالی، از نظر سیاسی و حتی از نظر نظامی بهشون سلاح میده که اینا بتونن عملیات هایی رو انجام بدن که البته اینها هم نیز شکست میخورن. همینطور که میان جلوتر پس از فاجعه 57 که دیگه ارتش شاهنشاهی ایران خیلی ضعیف شده بود پس از اعدام هایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود و جنگ ایران و عراق آغاز میشه، عراق به ایران حمله میکنه و هدف نخست عراق خوزستانه، چون صدام و ارتش بعثی عراق فکر میکردن که الان مردم خوزستان به ویژه عربهای ایرانی در خوزستان میان و از ارتش بعثی استقبال میکنن، اما چنین نشد و ما دیدیم که این عربهای ایرانی ایران رو وطن میدانستن و جلوی ارتش عراق ایستادگی کردن و جان باخت. این مسئله همینگونه ادامه پیدا میکنه تا اینکه یک حرکتی، یک سازمانی در سال 1999 میلادی در خوزستان تأسیس میشه به نام جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، یا کوتاش به زبان عربی میگن حرکت النضال، که این گروه هدفش جدا کردن خوزستان و برخی از استانهای جنوبی دیگر ایران و جنوب غربی ایرانه و در اندیشه به وجود آوردن کشوری به نام عربستان یا اهواز هستن، که اولین عملیات تروریستی این تشکیلات که قربانی های غیر نظامی داشته یا به اصطلاح سیویل داشته در سال 2005 بود. اما شاید بزرگترین عملیات تروریستیشون همون در سالهای آغازین بعد از تأسیس در ژانویه 24 ژانویه 2006 بود که همین سازمان حرکت النضال بمبی رو در بانک سامان میذارن و این بانک، این بمب که منفجر میشه، بسیاری از افراد غیر نظامی از جمله کارمندان خود بانک یا کشته میشن یا
زخمی میشن و این نشون میده که این تشکیلات تفکری که داره براش قدرت مهم هستش و نه مردم. برای اینکه شما فکر کنید به هر حال اگه اینا خودشون رو ایرانی نمیدونن و عرب میدونن و میخوان جدا بشن، میتونه یک عربی هم تو اون بانک کارش رو انجام داده باشه. برای همین اینا هیچ فرقی رو بین انسانهای نه تنها نظامی و غیر نظامی نمیذاشتن، بلکه حتی اگر از دید اونا نگاه کنید بین ایرانی و عرب هم نمیذاشتن. و اینه که این تشکیلات رو کاملا یک تشکیلات تروریستی میکنه. پس از دیمای 96 که در سرتاسر ایران اعتراضات سر میگیره و شعارهای نه تنها ملی بلکه به طرفداری از پادشاهی سر داده میشه، بسیارشون در خوزستان که در شهرهای مختلف خوزستان مثلا یکی از شعارها بود شاه ایران برگرد به ایران، این تشکیلات احساس میکنه که جایگاهشو که نداشتن در اصل از اول داره از دست میده. و میلا جان به خوبی اشاره میکنه به مسئله مشروعیت که مشروعیتشون از دست دارن میدن و چه واکنش هایی رو نشون میدن. حرکت النزاع میاد میگه که خب ما چه بکنیم که یک سرصدایی رو انجام بدیم و بتونیم هم پشتیبانی بیشتر بیگانه رو داشته باشیم، هم بتونیم یارگیری بکنیم از افرادی که میتونیم فریب بدیم. و میان عملیات تروریستی سال 2018 سپتامبر 2018 رو در اهواز انجام میدن که حمله میکنن به یک رژه نظامی که مار سپاه پاسداران تروریستی جمهوری اسلامی بود، ولی جدا از تیراندازی به نظامیان اینا حتی افرادی که وایستاده بودن این رژه رو نگاه میکردن یا فقط از اون محل عبور میکردن هم تیراندازی کردن و بسیاری از کودکان و بانوان غیر نظامی هم کشته شدن. این مسئله یک موجی رو ایجاد میکنه از درگیری های اطلاعاتی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که یکی از سران این حزب رو در سازمان رو حرکت النزاع رو در دامار ترور بکنه، دستگیر میشه و در زمانی که سرویس اطلاعاتی دامار تلاش میکرد که از سران این تشکیلات در دامار حفاظت کنه، دسترسی پیدا میکنه به یک سری مدارکی که نشون میده که آره اینا پشت این جریان بودن و همکاری بسیار نزدیکی با یک سرویس اطلاعاتی بیگانه دارند. و معلوم میشه که این سرویس اطلاعاتی بیگانه سرویس اطلاعاتی کشور عربستان سعودیه. در دامارک الان ما سه نفر رو از حرکت النزاع داریم که در زندان هستند و پرونده دادگاه نشون میده که اینها از سال 2012 به بعد میلیون ها دلار از عربستان سعودی پول دریافت کردند. به طور مثال از سال 2012 ماهانه 20,000 دلار اینا برای کارهای معمولیشون دریافت میکردن. یا مثلا پرونده دادگاه نشون میده که بررسیایی که انجام شده تونستن ثابت کنن که دست کم 15 میلیون کرون داماکی که فکر میکنم میشه حدود 2 میلیون دلار رو اینا تونستن به تشکیلات نظامیشون در درون ایران بفرستن که این پول هم از سوی اطلاعات عربستان سعودی به حرکت النزاع داده شده. باز پرونده دادگاه نشون میده که عربستان سعودی از این تشکیلات نه تنها مادی و سیاسی پشتیبانی میکنه، بلکه یک همکاری اطلاعاتی خیلی شدیدی هم با این تشکیلات داره و این تشکیلات رابطی شده بود بین اطلاعات عربستان سعودی و جیش العدل که در بلوچستان فعالیت میکنند و تلاش میکردند که عملیات های تروریستی جیش العدل با اطلاعات عربستان هماهنگ بکنند و بتونن براشون از عربستان سعودی کمک های مالی و نظامی بگیرن. و جالبتر اینجا که اطلاعات عربستان از سران این گروه خواسته بودند که جدا حالا از عملیات‌های تروریستی علیه ایران اینا حتی اطلاعات جمع‌آوری کنند از در میان هم اندیش‌های خودشون، یعنی تجزیه طلب‌ها و ایرانیان دیگر که با سیاست خارجی عربستان سعودی مشکل دارند، از
نامشون، اعضای خانواده، آدرس خونه، محل کار، تا اینکه چه نوع اندیشه و باوری رو دارن و جمع‌آوری میکردن و برای اطلاعات عربستان سعودی میفرستادن. و نتیجه میخوام بگیرم که خطر تجزیه در ایران بسیار جدی است. خوزستان چندین میلیون جمعیت داره و اگه شما نکنم 3 تا 4 میلیون جمعیت داره و این گروه حرکت و نزاع یا گروه های تجزیه طلب الاهوازی دیگر رو اگه ما در نظر بگیریم شاید تعدادشون حتی به چند صد نفر هم نرسه، شما بگید 1000 نفر، باز نسبت به 3-4 میلیون یعنی اینا اصلا تعدادی نیستن. اما تا زمانی که این گونه تفکر و افرادی وجود دارن که حاضرن دست به سلاح ببرن، حتی اگر تجزیه ایران مشکل نباشه، ما یک خطر امنیتی بزرگی در کشورمون داریم. چاره چیست؟ من نمیدونم، شاید چاره ها زیاد باشه، ولی به 3 مسئله میخوام اشاره بکنم. نخست تقویت ایرانگراییه. همینطور که گفتم یکی از دلایلی که حرکت نوزاد در سال 2018 این عملیات تروریستی رو در اهواز انجام میده، یکی از دلایل‌های اصلیش این بود که جوانان بسیاری در خوزستان عوض اینکه به سوی تجزیه طلبی برن روی آوردن به ملی‌گرایی در ایران. و ما با تقویت ملی‌گرایی، با تقویت ایران‌گرایی میتونیم یک بستری رو ایجاد بکنیم که جلوی اینجور حرکات ایستادگی بکنن، برای اینکه یک ایرانگرا، یک ملیگرا برای همه ایرانیان آسایش میخواد، امنیت میخواد و رفاه میخواد و بین ایرانی با ایرانی دیگر فرق نمیذاره. پس باید ایرانگرایی رو تقویت بکنیم. چاره دوم براندازی جمهوری اسلامی. ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم از قومگرایی تلاش میکنه استفاده بکنه، ترسی رو ایجاد بکنه که بگه اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه کشور تیکه تیکه میشه و این یک ترسیست که البته باید جدی بگیریم، هیچ شکی توش نیست، ولی جمهوری اسلامی هم داره از این مسئله سوء استفاده. از سوی دیگری هم بی‌عدالتی و فقر و مشکلات سیاسی و اجتماعی و ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته به وجود آورده در ایران، خب یک تعدادی به ویژه از جوانان رو هل میده به سوی افرادگرایی یا اکسترمیزم که یه بخشش همین تجزیه طلبی هستش. پس با براندازی جمهوری اسلامی ما میتونیم که این مسئله رو باز تا اندازه کنترل بکنیم. و مسئله سوم اینه که باید به دنیا حالی بکنیم که از جنگ ما علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده نکنن. اگر ما امروز علیه جمهوری اسلامی می جنگیم، اگر ما علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم و نبردی رو در پیش گرفتیم که تمام زندگیمون رو پاش گذاشتیم، نباید اینطور برداشت کنن که این دشمنی با ایرانه. دشمنی ما با جمهوری اسلامیه و به نفع و برای منافع ملت ایران و کشور ایران. و این رو ما باید این کشورهای بیگانه حالی بکنیم که خوب بفهمند که اگر امروز میان از گروه های تجزیه طلبی استفاده می کنند به نام این که ما هدفمون جمهوری اسلامیه، دارن به کشور ایران و ملت ایران صدمه می زنند که این خودش باعث اختلافات آینده پس از براندازه جمهوری اسلامی خواهد شد. برای همین خیلی مهمه اگر ما میبینیم که مثلا تازگی ها ارتش جمهوری اسلامی، ارتش امریکا میاد خلیج همیشه فارس و خلیج عربی مینامه، اعتراض کنیم، سر صدا کنیم تا متوجه بشن که ما با اینکه تمام تمرکزمون رو گذاشتیم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی، حواسمون هست و نمیگذاریم که دشمنان ایران کشور ما رو بخوان تیکه تیکه بکنن. ایران پرست بودن بسیار کار دشواریه، برای اینکه باید در چندین جبهه ما بجنگیم، یعنی فقط جمهوری اسلامی نیست،
ما داریم با چپهای بیوطن می جنگیم، ما داریم با مجاهدین تروریست می جنگیم، ما داریم با تجزیه طلب می جنگیم، ما داریم با فرصت طلب ها و پول پرست ها می جنگیم و با تمام ارباب های بیگانه این افراد. پس کارمون سخته، بسیار دشواره، اما باید امیدوار باشیم و با انرژی پیش بریم. سپاسگزارم از شما. پاینده ایران، یاشاسین آذربایجان.